دوستای خوبم سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خسته نباشین، خسته بازار نباشین، شکارچیان محترم کریپتو. رفقا اومدم توی این نقطه حساس یه ویدیو بذارم، خیلی هم نمیخوام در مورد صحبت کنم چون ارسال و پست کردنش توی یوتیوب یه مقدار زمان میبره و خیلی دوست دارم زود به دستتون برسه. ویدیو قبلیه، تا پست شد طول کشید. خیلی ها گفتن آقا این دیگه الان به درد نمیخوره، چرا الان گذاشتی؟ کاش پایین میذاشتیم، ما میخریدیم سود میکردیم یا میفروختیم ضرر نکرده باشیم. بچه اون چیزی که سریع به دردتون بخوره تو وی آی پی، اونجا من دارم میگم، وایس میذارم یه دقیقه بعد گوش میکنی، ولی ویدیو یوتیوب یه دونه ویدیو از خودت ضبط کن، 30 دقیقه، 40 دقیقه، اصلا نه 10 دقیقه. خب 10 دقیقه رو تدوین کن، بندازش توی یوتیوب، ببین چقدر طول میشه که این آپلود بشه. طبیعتا اون زمان دست من نیست، دست یوتیوبه و ببخشید که بازم دیر شد. به هر حال اینو گفتم اول ویدیو بگم که بدونی چرا دیرتر پست شد، این تقصیر من نبود. بریم یه سر بزنیم به بیت کوین خیلی سرعتی و دامیننس بیت کوین. اول دامیننس رو بریم. دامیننس بچه ها تو این گیر کرده دیگه، این الان تایم فریم 1 دقیقه روی عدد 46000 و بین 45 و 8 46، حالا بگو 46 تا 46 و یه کوچولو بیایم 46 و 10 داره رنج میزنه همینجوری بین این دوتا. اگه اینجوریش کنیم فکر کنم واضح تر دیده بشه. بعد سعی داره اینو بشکونه بره به سمت بالا که آلت کوین ها باز هم رنج بشن یا بریزن. خب پس این اگر بره بالا تا کجا سعید میتونه بره؟ سوالی که احتمالا میپرسی. اگر بخواد بره تا بالا احتمالا مقصدش 48000 و بعد از اونم 49 تا 50000 یه مقاومت دیگه داره که به اینا ممکنه بخوره و برگرده. این در مورد دامیننس که تکراری توی ویدیوی قبلا گفتم، فقط یه سری به سری. یه سر به BTC تایم فریم دیلی بزنیم. بچه بیت کوین رو یه RSI انداختم روش و RSI سقفش بود. اینجا ما اعلام کردیم بچه خروج و اونایی که حالا هستن میخوان تو مارکت باشن ریسک نکنن، حداقل نصف اینجا توی مارکت باش. بذار من بزرگترش کنم ببینیم. ببین. خب پس اینجا شما باید نصف توی مارکت باشی و نصف خارج مارکت. سقف قربونت، اینجا سیو سودتو بکن. شکست رفت به سمت بالا، شما وارد شد دوباره ریخت، نصفه دیگر رو میای پایین ازش میگیری. اوکی؟ پس از RSI میتونی متوجه این داستان بشی و RSI یک کندل دو کندل جلوتر به تو پیشنهاد خروج میده، که منم همیشه به تو اینو میگم که زودتر خروج بزنی. تو وی آی پی به بچه ها اعلام میکنیم، میگیم آقا هشدار ریزش، یه هشتگ هشدار هم هست. بچه های وی آی پی اگه صدای من اینجا میشنون، اون هشتگ هشدار رو که بزنید، تمام هشدارهای سابق، تمام این ریزش ها. ببین اینجا ما اعلام خروج کردیم، این کف خریدیم 10 بار داره گفتم به ساعتش هم تاریخش هم هست، میتونی ببینی. اینجا هم همینطور، اینجا هم هشدار ریزش دادیم. بریم سراغ حال حاضر بیت کوین. بچه‌ها بیت کوین خیلیاتون منتظرین کف بخرین. خب کف قیمتی که ما براش در نظر گرفتیم اینو براش دارم. ببین یه کف 30000 داریم اینجا که اومد یه بار بهش برخورد کرد اینجا. یه کف 31000 داریم که اینجاست، که اومد دقیقا این خط سبز رنگی که داری میبینی از گذشته مارکت میاد. من از 10000 دلار و 9000 دلار اینجا دوتا نقطه چیز دارم، برخورد دارم و اومده اینجا هم حمایت شده، یعنی حمایت کرده بیت کوین و پرتابش کرده بالا. یا خیلی ها میگن خب فرصت خروج داره یه جورایی، ولی من میگم آقا این بین 30 تا 40000، این تو ویدیو 20 روز پیشم هم هست اینجاها بود گفتم. خب گفتم آقا این بین این 30 و 40000 همچنان قرار رنگ بزنه. حالا ما 42 رو میذاریم اینجا، ببین اینه، این قرار اینجا رنگ بزنه. اگر بخوایم کانال رو دقیق ترش کنیم، بذار اصلا دقیق کانال بکشم براش، ولی خب بعد پاک میکنم چون صحبت دارم باشه. ببین قربونت، این یه برخورد، دو برخورد و این، ما اینو توقع داریم. اوکی، حالا میاد پایینم، حالا اینو به کارت دارم، اینجا بهت میگم چه خبر. ما اومدیم جلوتر تا یه شکست خط روند کوتاه مدت داشتیم که اینجا اتفاق افتاد، توی این کندل تثبیتش هم داد، الان در حال پول بک زدنه. پول بکش 2 روز طول کشید، همه گفتن میخواد بره بالا میخواد بیاد پایین. نه ببین
این اولین نقطه‌ای که بخواد بیاد کجاست؟ سطح این کانال، سطح این خط سبز رنگ. و اینجا یه جای جالبه، خب اینو بهت نشون بدم، بیشتر این ویدیو رو هم گرفتم به خاطر این بود. خب ببین، من میام تو تایم فریم 4 ساعته و یه خط سعودی براش متصور میشم. ببین، یه برخورد و دو برخورد، 1 2. پس برای من معتبر میشه. اوکی، این تلاقی که پیدا میکنه میاد میدلاین کانال من میشه، خط نزولیش میشه که میخواد بیاد روش پول بک بزنه، و خط سعودی حمایتیش میشه که اینجا میخواد نگهش داره. پس 3 تا اینجا حمایت دارم. بذار توی 4 ساعته یه چیزم بندازیم روش، یه مووینگ اوریج هم بندازیم، 200 سوزش هم یه نگاه بکنیم، خط 200 شو. تنظیمات من همجوری میگم که تو یادم بگیری. 200، اوکی، خط 200 سوزش رو ببین تو 4 ساعته کجا اومده حمایتش کرده. این الان نمیریزه به خاطر اینه، جالب بود گفتم بهت بگم. این تو 4 ساعتش، تو دیلی که اصلا داستانش فرق میکنه. تو دیلی یه سطح حمایت خطر رو میبینی اینجا کشیدیم، این اگه بریزه یکم این سرش میاد پایین تر و بعد این میشه اینجوری. خب این خطه با این خطه باز میشه یک مقاومت سنگین 42,000 که این یکم سخت شکوندنش. بعد از اون چیه؟ این نقطه خط کانالشه، 44,000. ببین چقدر قشنگ اومده رو 44,400. میبینی؟ اینجا باید منتظرش باشی. پس همینجوری این کانال میشه معتبر برای من. این مووینگ اوریج 200 به من کمک میکنه بدونم کجا مقاومت و حمایت دارم تو هر تایم فریمی. و این عدد 42,000 که عدد روانیش هم هست، قبلا هم خیلی باهاش برخورد داشته، پس اینم برای من میشه مقاومت. این خطا رو برای خودتون تو چارتتون بکشین. بیایم تایم فریمای کوتاه‌تر چکش کنیم. خب سعید، حالا اگر میگی میریزه تا کجا میریزه؟ پس ببین قربونت، اگر این 200 رو بشکونه، اوکی، میاد میریزه روی این خط حمایتی کوتاه مدتش. چه عددی؟ 38,200. اوکی، اگر اینو بشکونه میاد پایین ترش که تلاقی اون میدلاین کانال و خطه که ما منتظرشیم پول بک بزنه، 37,200 400 اینطورا. اوکی، 37,500 بگو روندش کن، اینجا باید منتظرش باشی. و اگر اینو بشکونه، بچه ها البته اینم بگم، اینو بشکونه دیگه ممکنه این دوتا هم بشکونه. چرا؟ چون این خط حمایت رو که میشکونه میاد یه پول بک میزنه بهش، فرصت خروج از مارکت بهت میده که ما اعلام میکنیم به بچه های وی آی پی، اینجا میفروشن و بعد میاد میریزه تا این کفی که گفتم خیلیاتون منتظرین بخرین. پس 32,5 و ممکنه ما اینجا داشته باشیم. چرا میگم ممکنه؟ چون هنوز این خط شکسته نشده که معتبر بشه حرف من. پس این از این، الان سل بگیرم بای بگیرم اصلا دست به فیوچرز نزن. تو فقط الان باید نوسانگیری کنی و میانگین خرید کم کنی، بخر هر جایی که دوست داری. اوکی، الان سقف بفروش. کجا بخرم؟ این نقاطی که اسم بردم، هر آلت کوینی رو میخوای بخری روی این عددا که رسید یه پله بخر. پول تو تقسیم بندی زیاد تقسیمش کن. یعنی چی؟ ما قبلا میگفتیم آقا 3 پله 4 پله بخرید، الان میگم آقا 10 پله بخر. هر چی ریخت تو بیشتر بخر، هر چی ریخت بیشتر بخر. تتر کم داری، یک کوین رو روش کار کن. چه آلت کوینی یا کوینی رو ببندم؟ فقط بین بی ام بی و آدا و اتریوم بچرخ. اینا ریزش ندارن، اگرم بریزن سریعتر میان بالا چون مارکتشون قوی تره. بیا اینجا رو نگاه کن، حجم پول داخلش رو ببین، حالا حجم پول داخل لینک رو ببین، اوکی، یا ماتیک رو ببین. پس آدا، بی ام بی، اتریوم، اینا زود پول بده، زود ضررت رو جبران میکنن. این از این. XRP هم خوبه؟ آره خوبه. دوج هم خوبه؟ دوج خوبه، ولی به شرطی که ریسک شت کوین بودنشو بپذیری. اینم در جریان باش. شیب هم خیلی بهت سود میده. شیب همین الانش هم تو این ضرر سنگین 15% تو سود. دیروز دیدین که چه اتفاقی تو پامپ شد. ما 21% تو 2.5 دقیقه توی کانال VIP ازش گرفتیم. اونایی که تونستن آنلاین بودن و با من بودن گرفتن و نوش جونشون، خودم هم گرفتم. 210 دلار سود کردم. 1000 دلار بیشتر نگرفتم. ریسک نکردم. خب مارکت رو بیایم بیرون. دوباره برگردیم رو بیت کوین. پس بیت کوین بچه ها جاهایی که حمایت میشه و مقاومت میشه رو ما متوجه شدیم کجا هست. پس این خط رو واسه خودت حتما بکش. اگر این خط رو شکوند و موینگ 200
توی دیلی و 4 ساعتش توی 4 ساعت مزد کن. شکون منتظر این خط باش، این خط تو حمایت شد رفت بالا، تا کجا برمیگرده بالا؟ دقیقا تا این سقف 42 میتونه برگرده بالا. چیز دیگه ای نداره مارکت که بهت بگم. نکته آموزشی هم که هم RSI رو بهت گفتم. آها RSI، ببین بذار RSI توی آموزش میگم، اینو چیز میگم، بیا این فیبو آوتو نگاه کن. ببین این فیبو اوتومات مثل ماشین اوتومات که کارتو راحت میکنه، دنده نمیخواد عوض کنی، این واسه آدم تنبلاست. اونایی که دوست دارن راحت زندگی کنن، خودم هم یکی از اون تنبلام. ببین قربونت اینو سرچ کن اینجا تو فیب. خب ببین این که نه میشه این، اینو سرچ کن، اسکرین شات عکس بگیر از روش، گمش نکنی. بعد میتونی ستاره دارش هم بکنی که تو این فیوریتیت میاد. بعد دیگه چی کارش کن؟ هیچ، میزنی روش میاد رو صفحت، میاد رو صفحت. کجاها بهت میگه که چیکار باید بکنی؟ پس یه لحظه ببین، اینو که میزنم یه سری نقاط حمایت و مقاومت شدید مارکت رو میاد به من نشون میده. این چه جوریه؟ یعنی به چه درد میخوره؟ سعید سوال قشنگه. اینو نگاش کن چقدر نقطه ای اومده به این برخورد کرده. اینو که من نذاشتم دیگه، اوتومات خود تریدینگ ویو بر اساس برخوردهای گذشته مارکت و اون نقاط حمایت و مقاومت و اون ولوم پولی که داخل مارکت بیت کوین، حالا هر آلت کوینی میتونی اینو روش بذاری، واریز شده و برداشت شده، اون میاد اون نقاط حساس رو برای تو نمایش میده که سعید و یا کاربر ممکنه رو این نقاط مقاومت شدید داشته باشی و یا حمایت شدید داشته باشی. ببین بذار من همه اینا رو پاک کنم، موینگ 200شم بردارم، اینم بردارم، این خطا رو بردارم. البته این خطا نمیخواد بردارن دیگه. ببین خطای نقطه چین اصلا مشخصه. خب چارت بذار اینو ولی بردارم. خب ببین خط بنفش رنگ رو میبینی؟ اومده ریز نقطه‌ای تاچش کرده رفته. بیا توی یک ساعت تایم فریم های دیگه هم نگاه کنیم ببینیم همین کار رو میکنه یا نه. حالا تو 4 ساعته البته بذار اینو بگم، این خطه بود و این خطه، گفتم اگه تلاقی بخواد اتفاق بیفته و میدلاین کانالمون بود، کانال بین 42,000 و 30,000 و 31,000، این دقیقا اینجا اومده برای من گذاشته. میبینی این خط نقطه چین آبیه رو؟ حالا من با این وایسم روش دیده نمیشه، امیدوارم ببینی. حالا زوم کنیم، البته کیفیت یوتیوب رو بذارین رو 1048 بکنم واضح تر بتونیم ببینیم بچه ها. در ضمن سرعت ویدیو رو هم میتونین کم و زیاد کنیم بچه هایی که یوتیوب حالا تازه تشریف آوردن. البته همه تون بلدین ولی خب گفتم که در جریان باشید. این کار رو میتونین بکنین، هم سرعت ویدیو زودتر براتون پخش میشه و هم کیفیت تصویر میتونه بالاتر بره که اینا دیده بشه. ببین قربونت اینجایی که میگم خیلی مهمه کجاست؟ ببین یک برخورد، دو برخورد، سه برخورد، چهار برخورد، پنج کندل، شیش کندل، هفت کندل، هشت کندل، نه، ده کندل اینجا باش برخورد داشتیم. خب ببین اینجا همینجور، میبینی اینجا همینجور، این منطقه هر چی برم عقبتر این مناطق پر برخورد تر بوده. پس این فیبوه یعنی چی؟ یعنی نقاط حمایت و مقاومت تو رو بهت نشون میده به همین راحتی. اعدادش هم اینجا هست اگه خواستی اعدادش هم ببینی. خب اینا پس ما یاد گرفتیم برای آدمای تنبل مثل خودم که از این استفاده کن قربونه، نقاط حمایت و مقاومت رو ببین. تو تایم فریم های دیگه هم کار میکنه. آره قربونه روی یک ساعتش ببین الان اومده دقیقاً روی همین بسته رفته بالا. بیا زومش کنیم، کلوزا رو میبینی؟ میبینی کفا کجا وایستاده؟ حالا شادو ها رو کار ندارم، خب کفا رو ببین با چه دقتی، با دقت مثلا $50 توی 37,000 دلار، دقت خوبیه دیگه. 15 دقیقش هم ببینیم، تو 15 دقیقه از این نقطه ای تر داریم. این بنفشه رو ببین، کاش میشد خیلی زومش کرد دیگه، این زوم ترینشه. ببین پس ما میتونیم روی فیبو اوتومات حساب باز کنیم و مقاومت ها و حمایت های دقیق رو
ببینیم. چرا سعید اینو الان داری میگی؟ به خاطر اینکه تو کانال آموزش، حالا بچه آموزش الان البته اینو برای بچه آموزش آخر گذاشتم ها، یعنی اینو گذاشتم، ولی قبلش فیبو اصلی یعنی اینو بهتون آموزش دادم، 2 نقطه و 3 نقطه که از اینجا برش میداریم، از اینجا فیب 2 نقطه و 3 نقطه کجا بود؟ آه اینجا قاطی کردم. بچه ها ببینین فیبو، حالا ما میگیم 2 نقطه 3 نقطه، ولی خب اینا اسماشه که میتونین سرچ کنین اینجا، یا برین روی این قسمت نوار ابزار خود تریدینگ ویو و به نمایش براتون میذاره که یکی روش بزنی میتونی استفاده کنی، ولی این اتوماتشه دیگه. اوکی خب پس تو تایم فریم 15 دقیقه هم کار میکنه، تو 5 دقیقه هم دوباره کار میکنه، تو 3 دقیقه هم کار میکنه و تو میتونی خیلی راحت بگیریش. حالا اینجا رو ببین، دقیقا روش وایستاده، دوباره به این نقطه حساس آبی رنگ افتاده روش. اینجا رو ببین، خط سفید رنگ رو تو 3 دقیقه برخوردار میبینی، این برخورد رو ببین. به همین راحتی نقاط حمایت مقاومت تو روی کانالت داشته باش. چجوری ترید کنم؟ وقتی این آبی رو میشکونه تا این پایین میتونی سل بگیری. وقتی برخورد میکنه برمیگرده، ببین اینو الان شکون دیگه، میتونی تا این تا این سفید رنگه بای بگیری، اینو شکون تا این قرمزه میتونی بگیری. به همین راحتی باش میشه حتی سیگنال خرید و فروش هم ازش گرفت. ولی خب RSIش رو چک کن، MACDش رو چک کن، چندین فاکتور دیگه داره، نمیشه همین Moving Average رو چک کن، چندین حالت دیگه هم برای حمایت و مقاومت های این میشه در نظر گرفت. دیگه چی بهت بگم؟ همین. یه ویدیو آموزشی دیگه هم هست که بعد از این میذارم که هم این فیبو رو دوباره توش اعلام میکنم، چون در اصل این تحلیل بازار بود، گفتم یه بار چیز هم داشته باشه، بگو اسمشو، آموزشی هم داشته باشه. یه نکته دیگه هم هست که در مورد همین ابزار تریدینگ ویو تو ویدیو بعدی براتون میذارم، امیدوارم اونم ببینی، خوشت بیاد و ازش استفاده کنی. مرسی که اینقدر عشقین که دنبال میکنین، دم همتون گرم. جاتون تو وی آی پی خالیه، اونجا بیشتر سود میکنیم اگر موافق بودی. سیتتر هزینه شه، من هیچ جای دیگه تبلیغات ندارم، فقط تو کانال خودم تو یوتیوبم تبلیغ میکنم و اینجا میگم که اگر دوست داشتی، تحلیلم رو دوست داشتی، نظراتم رو دوست داری، اونجا ما تحلیل میکنیم. روزی تقریبا 7 تا 6 تا 8 تا 10 تا 16 تا 20 تا سیگنال شده که در روز بریم، یه روزم شده 2 تا 3 تا میگیم، بستگی به مارکت داره. بهت میگم چی بخر، چی بفروش، کجا بخر، کجا بفروش، رو چه قیمت بخر، رو چه قیمت بفروش. به همین راحتی پول در میاریم و امیدوارم که بیای تو جمع ما باشی، اونجا یه پله بالاتری. هزینه‌ش هم بگم چون با سوال میشه، 30 تتر هزینه ماهانه شه، کلاسای آموزشی من 150 تتر و اون دائمه دیگه، آموزش کانال آموزش اد میشی، ویدیوهامو میبینی و هر آنچه که بلدمو بهت یاد میدم تا بشی یه ماشین پولسازی ان شاء الله واسه خودت و خانواده‌ات. اگه اوکی بودی، ربات داریم، میتونی روی اون بزنی یا کانال سیگنالمونو بیای عضو بشی، و اگرم که با ربات حال نکردی میتونی پیام بدی توی تلگرام. اینستاگراممونم بچه ها استوری میذارم، استوری اینستاگرامو هر روز چک کنین، چون اونجا هم مطالب راحت تر میشه شیر کرد، راحت تر میشه ویدیو گرفت، اونجا خیلی بیشتر میتونین اطلاعات مارکت رو داشته باشین. دوستتون دارم رفیقا، خیلی عشقین، دم همتون گرم، موفق باشین.